به نام خداوند جان و خرد. روش های درمان سردرد کلاستر چیست؟ درمان های سردرد کلاستر رو معمولا در سه گروه طبقه بندی و بحث می کنیم. درمان های حاد، بینابینی و پیشگیرانه. استنشاق اکسیژن 100% با جریان بالا توسط ماسک های non-rebreather برای مدت حدود 15 دقیقه درمان خط اول کنترل حمله حاد سردرد کلاستر می باشد. اگر اکسیژن در دسترس نباشه، تریپتان های سریع الاثر گزینه انتخابی بعدی هستند. سوماتریپتان تزریقی به خاطر سرعت اثر بخشی که داره معمولا انتخاب اول از بین تریپتان ها هست. اگرچه فرمولاسیون اینترانازال هم انتخاب دیگه ای میتونه باشه. در افرادی که طول مدت حمله درد اونها طولانی هست، ممکنه از مصرف تریپتان های خوراکی هم سود ببرن، اما معمولا چون شروع اثر سریعتری مد نظر هست، درمان‌های خوراکی نسبت به فرمولاسیون تزریقی و اینترانازال در ردیف‌های انتخابی بعدتر قرار می‌گیرند. تحریک غیر تهاجمی عصب واگ انتخاب درمانی دیگری برای درد حاد در سردرد کلاستر اپیزودیک است. فرمولاسیون های اینترانازال لیدوکاین، ارگوتامین و دیهیدروارگوتامین هم انتخاب های دیگری برای درمان حاد درد می باشند. درمان های بینابینی برای این استفاده می شن که فرکانس حملات سردرد کلاستر رو کاهش بدن تا زمانی که درمان های پیشگیرانه بتونن اثر بخشی داشته باشن. یک درمان 1 تا 2 هفته ای از کورتیکو استروئید معمولا اثر بخشی خوبی برای کاهش فرکانس دردها داره. اگرچه تزریق کورتیکواستروئید همراه با یک آنالجزیک مثل بوپیواکائین در ناحیه گریتر اوکسیپیتال نرف که میتونه 1 یا 2 طرفه انجام بشه گزینه انتخابی دیگه ای هست، ضمن اینکه تزریق موضعی کورتیکواستروئید عوارض جانبی کمتری نسبت به مصرف سیستمی که اون داره. درمان های پیشگیرانه در سردرد کلاستر اپیزودیک فقط در طول دوره درد استفاده میشن و بعد از پایان دوره درد تدریجا قطع میشن. وراپامیل که یک بلوک کننده کانال کلسیومی محسوب میشه به عنوان درمان خط اول پیشگیری از سردرد کلاستر مورد استفاده قرار میگیره و شواهد و مدارک نشون میدن که اغلب بیماران به درمان با وراپامیل پاسخ میدن. مانیتورینگ قلبی هین درمان با وراپامیل برای بررسی بروز هر نوع تأخیر هدایتی قلبی و یا بلوک قلبی لازم و ضروری هست. اگرچه لیتیوم هم ممکنه به اندازه وراپامیل در پیشگیری از دردهای کلاستر مؤثر باشه، اما به خاطر شروع اثر با تأخیری که داره و به خاطر عوارض جانبی بیشتری که داره درمان خط دوم یا سوم محسوب میشه. درمان‌های جدیدتر پیشگیرانه برای سردرد کلاستر اپیزودیک تحریک غیر تهاجمی عصب واگ و داروی گالکانزوماب که یک مونوکلونال آنتیبادی علیه مولکول CGRP هست می باشند. درمان‌های دیگری هم به عنوان پیشگیرانه برای سردرد کلاستر استفاده می شن که البته شواهد و مستندات منتشر شده کمتری برای اونها وجود داره. داروهایی مثل ملاتونین، توپیرامات، والپرویک اسید، بکلوفن و متیسرژید. نورومودولاسیون تهاجمی درمانی هست که فقط در موارد مقاوم به درمان باید مد نظر و مورد استفاده قرار بگیره.